کاخ سفید و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در اعلامیه های جداگانه ای از رهایی سه عضو گروه طالبان استقبال کردند. در بخشی از اعلامیه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که رهایی دو آموزگار غربی در برابر سه عضو طالبان نشانه امیدوارکننده ای برای پایان جنگ در افغانستان است کسی که میدانه برای چند ساعت آتش بس اعلان کنه میدانه برای چند سال و حتی برای همیش آتش بس اعلان کنند، و برای مذاکرات سال اعتماد سازی آتش بس و بالاخره نتیجه گیری از مذاکرات سال بخیس مراحل حتمی هست که باید طرفین در مورد جدی باشن و میتونن این توانایی را دارن که او را عملی بسازن اما در بخش های دیگری از اعلامیه های کاخ سفید و وزارت خارجه ایالات متحده به گونه یکسان نگاشته شده است که رئیس جمهور غنی برای گفتگو با طالبان بی هیچ پیش شرطی پیشنهاد داده است. اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در حدود یک ماه پیش از وارد شدن کابل به گفتگوی بشرت با طالبان انکار کرد. موزه گیری که حکومت هنوز هم بران تاکید دارد. از پیشنهاد د یوی دیوی د اوربند در د هغې نه وروسته بکینو شرط اساسی کاهش خشونت است پیش شرط اساسی قط جنگ است و افغان است که باید او در نظر گرفته شود از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان میگویند که سه عضو رها شده این گروه از زندان بگرام به دفتر سیاسی طالبان در دوحه رسیدند پایگاه مستحکم طالبان در زابل در خاک سفید در اونجا وجود داره و امکان داره که ای دو نفر استادای امریکایی در امون پایگاه طالبا ها همونجا در قید بده باشند. سی عضو شبکه حقانی به روز دوشنبه در برابر رهایی دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان و ده سرباز نیروهای امنیتی کشور از قید طالبان در زابل رها شدند.